بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت یکایک یک شما بینندگان محترم در خدمت شما از قرار دارم با یکی دیگر از مجموعه درس های مکتب تمدن امروز ما و شما بخیر خیر در مورد کیمیای صنف نهم درس 27 می درسی که قرار است امروز ما و شما بخوانیم در مورد تیزاب های عضوی هست امروز ما و شما در حقیقت در مورد تیزاب های عضوی دو مورد را باید بخوانیم یعنی ما در همی درس دو تا موضوع را با هم دیگه میخوانیم موضوع اول معرفی تیزاب های عضوی است که میایم میگیم اینا از جمله کدام مرکبات هستند فرمولشان چی است گروپ وظیفویشان چه قسم است اولین مرکبشان چی است و در مورد نامگذاری تیزاب های عضوی با هم میخوانیم خب میریم بخش اول صفحه 47 کتاب درسی مکتبتان صفحه که برای شما آوردیم و گفتیم نظر به کتاب های چاپ جدید است شاید در کتاب های چاپ قدیمی یک مقدار صفحه تعدادش بلندتر شاید 49 یا 50 یا 51 باشه تیزاب های عضوی موضوعاتی که در این دو خط یا دو نیم خط می‌بینین در حقیقت معرفی تیزاب های تا یک حدش آمده گفته ما این به صورت خلاص آمدیم در اینجا در پنج شماره آمدیم کلش بیان کردیم لطفا کاغذ و قلم بردارین اینا را دانه دانه پیشتان نیاد داشت بگیرین می خلاصه درس است در اصل اما شیره و یا میگم محتویات تمام اون درس این می موضوعاتی است که شما در اینجا می و اگر فعلا پیشتان قلم و کاغذ نیست میتونین امی درس ها را بعدا از یوتیوب هم پیداش کنین به مکتب تمدن سرچ بزنین و میتونین که امی درس ها را دوباره در اونجا شما بگیرین دانلود کنین و بارها و بارها ببینین معرفی تیزاب های عضوی در پنج شماره پنج شماره اول نام دیگه از یا بعضی ها این میره به نام کاربوکسلیک اسید ها هم یاد میکنن کاربوکسلیک اسید از نام انگلیسیش است ما در دری میگیم تیزاب عضوی انگلیسی ها میگن کاربوکسلیک اسید خیاتتان نره کاربوکسلیک اسید رو نمون تیزاب عضوی است از جمله مشتقات اکسیژن دار ها هستند مثل دیگه مرکباتی که قبلا خواندیم اینا هم مشتق اکسیژن دار هیدروکربن هاست فرمول عمومی شون یکی به این مدل نوشته میگن R رابطه C دو دانه O H و را اگه مشرح‌تر بنویسیم در حقیقت این قسمی نوشته میشه R رابطه C دو دانه رابطه با اکسیژن بعد رابطه O H و این در حقیقت فرمولی است که به ما و شما نشان میده که ای دو دانه اکسیژن با همدیگر رابطه ندارند هر دو اکسیژن جداگانه قرار دارند و هر دو با کاربون وصل هستند گروپ وظیفویشان شما از اینجا آر را حذف کنین آر را حذف کنین گروپ وظیفه ای بدست میه این گروپ به نام گروپ کاربوکسیل یاد میشه نام گروپ وظیفویشان است کاربوکسیل اگه بخونیم میگیم رابطه سی دبل او اولین و ساده ترین مرکب نظمی مرکبات به نام فارمیک اسید یاد میشه اولین و ساده ترین مرکبشان فارمیک اسید است که به نام آیوپکش یا نام بین المللیش میتانویک اسید همچنان گفته میشه خب تا این قسمت را ما و شما ایره آمدیم و فهمیدیم و اینجا آمدیم گفتیم حالا سوال مطرح میشه برای ما و شما ما چگونه میتانیم تیزاب های عضوی رو بشناسیم فرض کنید یک جای یک نفر یک نوشته یک مرکب رو مانده ما چطور تشخیص بتیم که آیا تیزاب هست یا نیست از خاطر که مطلب رو بهتر بفهمین یک دو سه تا مثال رو با هم دیگه در تخته کار میکنیم ببینین فرض کو داریم CH3 رابطه C دو تا رابطه O رابطه OH خب این تیزاب هست یا نیست ما و شما فقط می میبینیم که آیا گروه کاربوکسیل دی وجود داره یا نه اینی گروپ وظیفوی گروپ وظیفوی تیزاب است در هر مرکبی که اینی گروپ وظیفهی وجود داشته باشه می مرکب ما مکمل از جمله تیزاب عضوی به شمار میره پس اینی مشخصه شان است در هر مرکب که رو دیدین تیزاب عضوی بوده میتونه یک تا مثال دیگر میاییم می میکنیم فرض کو داشته باشیم CHC رابطه C رابطه اینجی یک دانگر. حلقه بنزین در اینجا یک دانه حلقه بنزین در اینجا CH2 رابطه C دو دانه رابطه او رابطه OH خب یک مقدار ساختمان متفاوت تر داره آیا یام تیزاب عضوی است یا نه؟ فقط دنبال گروپ وظیفهوی می گردیم میایم دانه دانه ای را میبینیم خب دقت کو شاگرد عزیز اینجا ما و شما هیچ مهم نیست که چی داریم زنجیر ما چه قسمی است ببینین گروپ وظیفهوی c یا به این ترتیب کربن رابطه دو تا رابطه اکسیژن رابطه OH داریم یا نداریم اگر یک همچین گروپ شما دیدین بنابراین این می مرکب ما میشه از خانواده تیزاب های عضوی پس حال ما و شما فهمیدیم که تیزاب های عضوی را چگونه بیاییم و بشناسیم تیزاب های عضوی مشخصش داشتن گروپ وظیفوی کاربوکسیل هست خب یک نکته بسیار مهم ما و شما داریم نکته ای که در اینجا هست تیزاب های عضوی نظر به تیزاب های معدنی یعنی تیزاب های غیر عضوی ضعیفتر هستند تمام تیزاب های عضوی به صورت عموم تیزاب هایی هستند که نسبت به تیزاب های غیر عضوی ضعیف تر است ما زیادتر تیزاب های عضوی را می در مواد غذایی هیچ چیز ما را نمیشه اما تیزاب غیر عضوی مثلا تیزاب بیتری را اگه بگیریم بخوریم خود دیگه خود کشتیم پس چون اینا ضعیف هستند یا وقتی دارد سیستم ما بدن ما شما هم میشن بالای بدن ما تاثیر چندان زیادی نمیمانند این بود در مورد نکته ای که در اینجا گفته شد در صفحه 48 کتاب درسی مکتب اینطوری یک موضوعات را شما میبینین که در حقیقت ای در مورد نامگذاری تیزاب های عضوی برای شما آمده و گفته و ما این آمدیم به صورت جمبندی شده و خلاصه شده ای رقم آمدیم گفته میشه راحت در بتانین یاد بگیرین نامگذاری تیزاب های عضوی به دو طریقه نامگذاری میشوند دو طریقه معمولی ایوپک یک طریقه ما طریقه معمولی است طریقه دوم ما طریقه ایوپک است خب در طریقه معمولی چه رقم یک طریقه است طریقه معمولی در این طریقه تزابها ها را نظر به منشع پیدایششان نامگذاری نموده اند نظر به منشأ پیدایش یعنی ای که از چی پیدا شده برای اولین بار نظر به همو آمدن تیزاب ها را نامگذاری کردن خب به خاطر که مطلب رو بهتر بفهمیم میریم به سمت تخته یک دو سه تا مثال را اگر بیاییم با همدیگه کار کنیم بهتر خواد فهمیدیم که چطور نظر به منشه پیدایش اینا نامگذاری میشن دقت کنین دانش آموزان عزیز ما و شما داریم اه سی اه اول هیدروژن رابطه سی دو تا رابطه او رابطه او اچ ای اولین و ساده ترین تیزاب عضوی است اولین و ساده ترین تیزاب عضوی این تیزاب را ما نامش گفتیم هست فارمیک اسید فارمیک فارمیک اسید از کجا این نام را گرفتن ببین برای اولین بار برای اولین بار اینی می تیزاب را در مرچه شناختن فهمیدن که رقم مرچگک سرخ که هست اینمی تیزاب را ما در بدن خود تولید میکنه داره یعنی منشه پیدایش از این تیزاب مرچه است در لاتین در لاتین در لاتین به مرچه میگن فارمیکا 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 نام لاتین چی است مرچه بناهن این نامش ماندن فارمیک اسید فارمیک اسید را ما شما به دری میگیم تیزاب مرچه تیزاب مرچه و یک معلومات اضافی برای شما بتم در بین تیزاب های عضوی قوی ترین تیزاب نمی تیزاب است دگاهش ازی کده ضعیف تر هست یک دانه مثال دیگه که باید یاد داشته باشین CH3 رابطه سی دو دانه رابطه او رابطه اچ او دانش آموزای عزیز ما ایره میتونیم این قسمی هم نوشته کنیم CH3 رابطه C دبل اچ پروانه نمی کنه این مدل یا این مدل هر دو یک مرکب است این این مرکب رو میگن استیک اسید چرا این را اسیتیک اسید میگن؟ برای اولین بار اینمی مرکب در سرکه شناخته شده نام لاتین نام لاتین سرکه نام لاتین سرکه هست اسیتوم استوم منشأ پیدایش همی تیزاب شده سرکه بناهن ما و شما به این میگیم تیزاب سرکه دری البته تیزاب سرکه و لاتین اسیتوم می گفتن اسیتوم رو گفتن استیک کلمه اسید به معنای تیزاب است استیک اسید بناهن این به این ترتیب نام از ماندن شما از بین از این تیزاب هم دو دونه رکیات داشته باشین در میسن فنو کفایت میکنن خب ما و شما فهمیدیم که در طریقه معمولی نامگذاری نظر به منشه پیدایش است حال میایم در طریقه آیوپک با هم دیگه می میشه طریقه آیوپک میگه در ای طریقه از نام هایدروکاربون مربوطه ای آخر آن را حذف نموده و به جای آن پسوند او, او, آیسی که میخوانمش اویک و کلمه اسید را اضافه میکنیم خب من همین مثال هایی که فعلا در تخته برای شما گفتم من میریم میایم کار میکنم سعی که بسیار بسیار ساده است پس وند تغییر میکنه یک کلمه اسید اضافه میشه همین مثال ها را که فعلا کار کردیم ما رو گفتیم به این مثال به این میگیم فارمیک اسید به نام معمولیش اما نام آیوپک از یک قسم دیگه مانده میشه ما اینا رو پاک میکنم و عین مرکب رو دوباره اینجا میایم و نامگذاریش میکنم به می ترتیب مثال بعدیشه ببینین خوب دقت کو یک دانه کاربون داره رمزش یاد بگی یک دانه کاربون داره رابطه هم در این طرف ها رابطه هایی که در یک خط هست اینا یگانه است پس هایدرو کاربون و مربوطه از این الکان است خاندان الکان ها یک کاربونه رو می گفتن می تان. می تان شما چی میکنین؟ حرف ای آخر را پاک میکنین به جای ای آخر پسوند او آی سی که شوه اویک میتانویک و کلمه اسید را اضافه میکنین نامش شد میتانویک اسید می اسید ایناله ببین اگر این حساب کاربون مربوطیش برات سخت است من یک تخنیک خودم برات میگم بسیار راحت میتونه از این طریقام نامگذاریش کنی یک تا کاربون داره نه یکی چی میگفتیم یک را می میتا میتا قبول است نه یک دانه این هم در بان امو پسوند او آی سی و کلمه اسید را اضافه کو. خلاص اید پشت آید رو کاربونش نگرد اونمو میتانویک اسید اسید دست آمد میریم به سمت اون مرکب دومیش مرکب دومیش هم در نامگذاری میکنیم دقت کنین شما در این مرکب ما و شما دو دانه کاربون داریم رابطه بین از یا یگانه است نشان میده که که از خاندان الکان ها هایدروکاربنش از خاندان الکان است دو کاربنه را در الکان ها می گفتن ایتان ایتان این اینجا تیزابشه که میگه نامش میمونی حرف ای آخرش پاکو کو به جای ای آخر پسوند او آی سی و کلمه اسید اضافه کو ای خوانده میشه ای نویک اسید ای اصید. خب حالا اگه من ایره بعد روش خودم برات بگم ببین گپ خیلی آسانه دوتا تا کاربون داریم نداریم رابطا یگانه است دور چی میگفتیم؟ یک میتا دور ای تا رابطه یگانه است ایتا بگو اگر رابطه دوگانه بود ایتی بگو رابطه یگانه است ایتا یک دانه این پسوند او آی سی کلمه اسید را اضافه کو عین چیز به دست آمد یعنی اصلا نمیخوایم به سمت هیدروکربن مربوطش برم نظر به تعداد کربن تعداد کربن را گرفتم یک ان ویک اسید اضافه میکنم ایتان ویک اسید اینی بود طریقه نامگذاری خود انمی تیزاب های عضوی به طریقه آیوپک ما و شما بناهن آمدیم در قسمت خود تیزاب ها معرفی کردیم و نامگذاریشان رو خواندیم و در آخرین مطلب بر شما بگم که در رواش اوگزالیک اسید وجود داره در شیر ترش شده لکتیک اسید وجود داره و در لیمو و نارنج هم ستریک اسید وجود داره خب ما و شما به این ترتیب رسیدیم به پایان درس امروز امیدوار درس امروز را فهمیده باشین تا دیدار بعد که در خدمت شما از قرار میگیرم همگی تا نه الله یکتا میسفرم